با نزدیک شدن مهلت خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان در 31 آگوست، روند تخلیه در میدان هوایی کابل به سرعت جریان دارد. قصر سفید میگوید ایالات متحده در مسیر تحقق مهلت تعیین شده است. هر روزی که در آنجا هستیم، روز دیگری است که میدانیم شاخه خراسان داعش به دنبال هدف قرار دادن میدان هوایی و حمله به نیروهای آمریکایی و متحدانش و غیر نظامیان بیگناه است. قبل از سخنان آقای بایدن، طالبان گفتند که برای تمدید مهلت تعیین شده با ایالات متحده مذاکره نمی کنند. موږ امریکان ته بیا پیغام ورکو چې خپل ټول اتباع په دغه وخت کې وباسي، ځکه دوی سره امکانات شته، الوتکې لري، میدان هم ورسره ده. باید دوی خپل ټول ځواکونه و ټول هغه کسان یا قراردادیان چې بهرنیو پر اړه لري هغه وباسي. نور د افغانانو ایستلو موږ اجازه نه ورکو او دې سره خوښ هم نه یو. قصر سفید تصریح می کند که روند تخلیه باید قبل از 31 آگوست متوقف شود. باید فرصت برای ختم حضور در آنجا وجود داشته باشد. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که انتقال پرسنل و تجهیزات آمریکایی چند روز را در بر میگیرد. حکومت آقای بایدن میگوید که هنوز زمان کافی برای تکمیل ماموریت تخلیه همه آمریکایی‌ها و افغان‌های واجد شرایط وجود دارد. در مجموع بیش از 70,000 نفر تا حالا تخلیه شدند. این همکاری فوق‌العاده و کار دست جمعی باعث شد که 21,600 نفر در 24 ساعت از افغانستان خارج شوند. اما قانونگذاران آمریکایی در حال بررسی دلایل هستند که چگونه حکومت افغانستان به سرعت سقوط کرد و منجر به تخلیه آشوبناک مردم از آنجا گردید. هشدارهای متعدد مبنی بر تسلط طالبان وجود داشت و برخی از آنها شامل احتمال تسخیر سری بود. در عین حال فکر می کنم این هم منصفانه است که بگویم هیچ کس چنین فروپاشی سری و کامل حکومت و نیروهای افغان را پیش بینی نکرده بود. قانونگذاران جمهوری خواه می گویند که مقامات قصر سفید به دلیل عدم پیش بینی سقوط و برنامه ریزی برای تخلیه باید استعفا دهند. این تقصیر جو بایدن، تقصیر کاملا هرس و تمام حکومت و افراد مسئول بود. برنامه آنان برای خروج کاملا غیر مسئولانه بود. آنان اطلاع داشتند و می دانستند کاری را که می کنند منجر به بحران می شود. دموکرات ها و جمهوری خواهان در مورد ادعای قصر سفید مبنی بر اینکه ایالات متحده می تواند روند تخلیه را به موقع آن به پایان برساند شک دارند و از رئیس جمهور بایدن خواستند که آن را تمدید کند. قصر سفید روز پنجشنبه اعلام کرد در صورت نیاز به ادامه تخلیه تا ماه سپتامبر برنامه‌های احتمالی دارد.